قرار گرفتن دست چپ اهمیت خیلی زیادی داره. تا مچ دست ما یعنی قسمت ساعد کاملا روی ساز چسبیده و از مچ به بعد باید توی یه شیب رو به بالا قرار بگیره. در نتیجه دست ما با این شکل میذاریم و وقتی که کف دست رو به بالا باشه همون شیبی که در برای صحبت کردیم اتفاق میفته و این استخوان‌ها تا سر انگشتان باید رو به پایین باشه توی این زاویه. پس کف دست ما با ساز کاملا فاصله داره. این اشتباه هستش، یعنی اگر کف دست بچسبه به ساز موقع زدن ما فقط از انگشتامون استفاده میکنیم. برای اینکه راحت تر بتونیم ساز بزنیم، برای اینکه سرعتمون بره بالا و بتونیم کاملا پیشرفت داشته باشیم باید حتما از مچمون استفاده کنیم. پس کف دست بالاست و موقع حرکت ها ما یک نیرویی هم از مچمون استفاده میکنیم و همچنین از انگشتان. پس همیشه دست چپ ما به این شکل قرار داره که کف دست بالا و انگشت ها رو به پایین. سعی میکنیم دستمون خیلی راحت و نرم روی ساز قرار بدیم. فشار اضافه روی ساز نمیاریم چون این فشارها بعداً تو طولانی مدت باعث مشکلاتی میشه. خب پس این شد دست چپ. دست راست هم دقیقاً به این شکل اینجا قرار میگیره. اگر فرض بکنیم که دو تا خط داریم که تنبک رو به چهار قسمت تقسیم میکنه، ما دقیقاً تو این خط کناری هستیم. دست راست در اینجا قرار میگیره. حرکت توم یکی از مهمترین حرکت‌هایی هستش که باید یاد بگیرید. اولین حرکتی که به هنرجو ما آموزش میدیم، حرکت توم در این ناحیه است. با دست راست زده میشه برای هنرجوانی که دست راست هستن. انگشتا رو میبندیم، کاملا به هم میچسبونیم و بعد جمعشون میکنیم. وقتی که جمع میکنیم شست رو میذاریم روی بند آخر و دست ما شبیه به کاسه‌ای میشه که انگار میخواییم باش آب بخوریم. به همین شکل ضربه میزنیم در این قسمت. پس انگشتا کاملا کنار هم هستن، به هم چسبیدن، فشار نمیاریم ولی باید کنترلشون میکنیم که کنار هم بمونن. بعد از ضربه زدن انگشتامون باز نمیشه. پس همیشه برای حرکت توم باید دست ما بسته باشه. در این ناحیه گفتیم میزنیم. حرکت توم هم تلفیقی از حرکت مچ و ساعد هستش. به این شکل که با کمک ساعد دست رو دور میکنیم از ساز و وقتی که میخواییم برگردونیم با کمک مچ ضربه میزنیم به تنبک به این شکل. پس نمیتونیم ما بگیم فقط با ساعد یعنی این حرکت بسیار سفته. ما باید در آرامش ساز بزنیم. تمامی حرکت ها باید در نرمی زده بشن. پس این حرکت توم هستش که کاملا از مچ و از ساعد کمک میگیره. همونطور که میبینیم وقتی که ضربه میزنم انگشتان باز نمیشن، دارم کنترلشون میکنم کنار هم. این حرکت توم. حرکت بعدی حرکت بک هستش که در امتداد صفحه تنبک دستمونو کاملا صاف میگیریم و آرنجمونو از بدن جدا میکنیم. به این شکلی که میبینین دست باید کاملا صاف باشه. این حرکت اشتباس اگر مچ رو به جلو باشه و یا رو به عقب باشه، هیچ شکستی نباید داشته باشه، کاملا صاف. در همین حالتی که میبینین انگشت حلقه انگشت دوم روی ساز نشسته و سه تا انگشت دیگر کاملا جدا شدن، ولی به این شکل نیستن، فقط جدا شدن. باز هم دستمون رو خیلی نرم و راحت میگیریم. برای زدن حرکت بک دست رو میچرخونیم رو به بالا و پشت دستمون رو میبینیم و دوباره بر میگرده و یک بند انگشت به لبه تنبک اصابت میکنه به این شکل. هر سری پشت دست رو میبینیم. اینو دارم میگم به خاطر اینکه چرخش کاملا از ساعد انجام بشه. پس این حرکت این شکلی نیست. حتما پشت دستتون رو ببینیم بعد ضربه بزنیم. و همینطور درباره شست. اگر این شست ما رو به بالا بگیریم یعنی داریم فشار میاریم به کف دستمون. در حالت عادی انگشتانو که رها میکنیم و شل میگیریم رو به پایین هست. پس این شست هم باید کاملا رو به پایین باشه. این شد حرکت بک. دو تا حرکت اصلی یاد گرفتیم. حرکت اول حرکت توم بود به این شکل. حرکت بعدی حرکت بک. و اما حرکت سوم. حرکت سوم با انگشت دوم یا همون انگشت حلقه زده میشه. با دو بند انگشت روی ساز میزنیم به این شکل که از مچ
به عقب که رو ساعد هست روی ساز نشسته. همونجور که گفتیم کف دست کاملا باز هست و رو به بالا. دست میاد بالا و با انگشت دوم انگشت حلقه پرتاب میشه به سمت ساز به شیوهی که دو بند انگشت روی ساز میشینه و بقیه انگشت ها جدا هستن. بقیه انگشت ها رو ما بالا نگه نمیداریم، به این شکل نگه داریم، یعنی فشار به دست رو میاریم، فقط جداشون میکنیم. از بالا پرتاب میشه، یک حرکتی هستش که نیروشو داره از مچ و ساعد میگیره به این شکل. این حرکت هفت هست. سه تا حرکت یاد گرفتیم، حرکت اول حرکت توم، حرکت دوم حرکت بک و حرکت سوم حرکت هفت. حرکت چهارم حرکت پلنگ هست که یاد میگیریم، یکی از مهمترین حرکاتی که در تکنیک تنبک نوازی وجود داره. به این شکل که با انگشت دوم شست میاد پشت انگشت قرار میگیره و همون جوری که گفتم اگر یادتون باشه کف دست رو به بالا و ساعد رو ساز نشسته، پس کف دست پایین نیست. شست میاد پشت انگشت دوم قرار میگیره، یک مقدار کمی فشار داده میشه، شست میره کنار و انگشت دوم با یک بند میخوره به لبه ساز تنبک به این شکل. حرکت پلنگ هست اسمش. باید مراقب باشیم اگر زیاد فشار بدیم انگشتا میره بالا. وقتی انگشتا صاف میشن و میرن بالا یعنی زیاد داریم فشار میدیم، پس صدمه میزنیم به دستمون. بسیار در آرامش باید ساز بزنیم به این شکل، کاملا نرم، انگشتا رو به پایینن. این هم حرکت چهارم. پس چهار تا حرکت یاد گرفتیم، توم، بک، هفت و پلنگ. یک جمله کوتاه میخوام بهتون یاد بدم که بسیار شیرین هست، در ریتم 6/8 به این شکل. چه شکلی باید بزنین؟ تشکیل شده از حرکات توم، پلنگ، بک، از این سه حرکت. ریتم 6/8 کاری به قسمت تئوریش نداریم که باید با هم صحبت بکنیم و من بهتون یاد بدم به چه شکله، ولی به صورت خیلی ساده میخوایم بزنیم. با این شکل میشموریم، 1, 2, 3, 4, 5, 6 و فرض میکنیم عدد 6 عدد سکوت ماست. شماره 1 میشه حرکت توم، تکنیک توم به این شکل 1. پس همون موقعی که میگیم 1 همون موقع توم میزنیم 1. 2 میشه پلنگ، پس شد 1, 2, 3 بک هستش، بک روی عدد 3 میزنیم. پس ما الان سه تا شماره رو رفتیم جلو، 1, 2, 3 یا توم، پلنگ، بک. در ادامه برای 4 دوباره توم و برای 5 پلنگ. پس شد توم، پلنگ، بک، توم، پلنگ. یا 1, 2, 3, 4, 5, 6 سکوته. خب 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 یه نکته رو دقت بکنین، ما نمیتونیم بشماریم 1, 2, 3, 4, 5, 6 ما باید بگیم 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 خیلی مهمه که فاصله بین اعداد برابر باشه، ریتم ما رو این اعدادن که درست میکنن. پس 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 یک کمی با سرعت بالاتر، 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 توی دوره ابتدایی اینو میتونین بزنین، اواخر دوره ابتدایی شما دیگه میتونین از زینت ها استفاده کنین، زینت 8 و 7 کماندار. ببینین این ریتم به چه شکل میشه. ما تا الان یاد گرفتیم بزنیم، حالا با زینت ها. خب این یکی از جملات ساده در ریتم 6/8 بود.